بینندگان گرامی سلام، امروز روز بزرگی برای شیعیان به شمار می آید. در چنین روزی فضیلتی دیگر از فضائل اهل بیت علیهم السلام رقم می خورد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پس از هجرت به مدینه منوره و تشکیل حکومت اسلامی در آغازین روزهای حضورش اقدام به ساخت مسجد نمود تا پایگاه و محل گرد همایی و عبادت مسلمانان باشد. مهاجران نیز اطراف مسجد برای خود خانه ساخته و هر کدام دری به سمت مسجد گشودند. از این وضعیت مدت چندانی نگذشته بود که جبرئیل امین بر پیامبر فرود آمده و به ایشان عرضه داشتند که خداوند سبحان می‌فرماید تمام درهایی که به مسجد گشوده شده باید بسته شوند جز یک در. اما سوال، در به کدام خانه همیشه به مسجد باز ماند؟ پاسخ این سوال رو میتونید در کتاب ینابیع المودة اثر قندوزی حنفی پیدا کنید. قندوزی حنفی از علمای برجسته اهل سنت روایت کرده که در خانه عده‌ای از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی مسجد باز شد. روزی حضرت فرمودند که تمام درهای به سمت مسجد بسته شوند جز در خانه علی. حضرت پس از شنیدن اعتراض مردم این گونه خطاب فرمودند: آنهایی که در این باره اعتراض دارند بدانند به خدا سوگند من از پیش خودم به بستن یا گشودن دری دستور ندادم، تنها به وظیفه‌ای که مأمور بودم عمل کردم.